نمایندگان محترم، منتخبان مردم اروپا، دوستان عزیز، به همه شما سلام می کنم و از کمیته های پارلمانی انگلستان، سوئیس و فنلاند سپاسگزارم از برگزاری این اجلاس. درست هفته پس از تراژدی هفتم و نهم ژانویه در پاریس، جهان همچنان شوکه و بهت زده است. این جنایت وجدان جهان را جریحه دار کرده است و روح اسلام از این جنایات بیزار است. این همان تروریسم و توحشی است که سالها پیش خمینی با صدور فتوای قتل یک نویسنده به نام سلمان رشدی و همه ناشران و مترجمان کتابش اون رو پایه‌گذاری کرد. البته این جنگی فراگیر است. در ایران تحت حاکمیت فاشیسم مذهبی، جامعه ما با نقض وحشیانه حقوق بشر روزانه مورد هجوم قرار می‌گیرد، از جمله با 1200 اعدام در دوره روحانی. در عراق بربریت گروه داعش از یک طرف و پاکسازی قومی و نسل کشی توسط شبه نظامیان وابسته به حکومت ایران از طرف دیگر بیداد می کند. در سوریه قتل عام‌ها و ویرانگری های دیکتاتوری بشار اسد هر روز فاجعه می آفریند. همچنین وقایعی مثل کشتار روزنامه‌نگاران در پاریس و قتل عام دانش آموزان یک مدرسه در پاکستان. بله، همه اینها جنگ بنیادگرایی اسلامی با تمام بشریت است. بنابراین اجازه بدهید در این جلسه درباره یک استراتژی صحیح در مبارزه با این نیروی مخرب صحبت کنم. ابتدا یادآوری میکنم که این پدیده شوم خود به خودی شکل نگرفت، بلکه فقط با وجود یک تروریسم دولتی یعنی رژیم ولایت فقیه توانست به تهدید جهانی تبدیل شود. در قانون اساسی این رژیم صدور بنیادگرایی تحت عنوان حمایت بیدریق از مستضعفان جهان یا وحدت جهان اسلام در اصلهای 3، 11 و 154 مورد تأکید قرار گرفته است. نیروی تروریستی قدس که از ربع قرن پیش تأسیس شده ابزار سیاست صدور بنیادگرایی است. وانگهی بهترین گواه شواهد عینی است. گروه های شبه نظامی در عراق که مانند داعش به جنایت علیه بشریت مشغولند از تهران فرماندهی می شوند. گروه حزب شیطان در لبنان وابسته به سپاه قدس است و زمام امور آن چه از نظر هزینه ها و چه از بابت سیاست ها همه در دست شخص خامنه است. گروه حوثی در یمن و جنگ افروزی هایش برای بلعیدن این کشور توسط همین رژیم حمایت و هدایت می شود. کشتارها و جنگ سرکوبگرانه علیه ملت سوریه، اون هم برای حفظ بشار اسد در قدرت، در اساس تحت فرماندهی سپاه پاسداران انجام می شود. به گفته منابع بین‌المللی، رژیم ایران هر ماه بین 1 الی 2 میلیارد دلار برای حفظ بشار در قدرت خرج می کند. نتیجه این که چه از نظر ایدئولوژیک و سیاسی و چه از نظر پول و سلاح و لوجستیک، محور بنیادگرای اسلامی رژیم آخوندهای حاکم بر ایران است. زیرا صدور بنیادگرایی به خارج مرزها برای آخوندها یک نیاز حیاتی است و چنان که رهبر مقاومت مسعود رجبی گفته است، رژیم ولایت فقیه در 3 دهه گذشته به غایت تلاش کرده تا دره عمیق تاریخی بین قرن 20 و 21 با قرون وسطا و حاکمیت آخوندی را با چوبه دار و تیرباران، با جنگ و صدور بحران و با صدور ارتجاع و تروریسم پر کند. با این همه رژیم به ثبات نمی رسد. دوستان عزیز، در ماهای اخیر گسترش گروه داعش
نگرانی زیادی در جامعه جهانی ایجاد کرده. اما بدون وجود یک قدرت بنیادگرای حاکم، فضای فکری و ایدئولوژیکی برای پیدایش و گسترش چنین گروهی اصلا وجود نداشت. وانگهی اگر سرکوب بیرحمانه سنی ها در عراق و سوریه توسط رژیم ایران و رژیم های متحد و دستشان در کار نبود، اصلا زمینه‌ای برای رشد داعش فراهم نمی‌شد. این حکومت بشار بود که به صورت غیر مستقیم برای شکلگیری و رشد این گروه در سوریه راه باز کرد. و همچنان که به تازگی فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفت، اگر در سال 2013 دولت‌های غرب برای جلوگیری از کشتار غیر نظامیان سوریه واکنش به موقع نشان می‌دادند، افراطگرایان پیشرفت نمی‌کردند. در اوایل همین ماه رژیم ایران کشتار روزنامه‌نگاران یک مجله در پاریس را مایه باج‌خواهی خود قرار داده و از جمله سران این رژیم در مقام سخنگو و پیام‌رسان این جنایت فرانسه را تهدید می‌کردند که اگر سیاست خود در سوریه را تغییر ندهد و اگر از بشار اسد حمایت نکند، این کشتارها ادامه خواهد یافت. بله دوستان عزیز، این واقعیت صحنه است. اما یک مسئله مهم دیگر که در اتخاذ مسیر صحیح در مبارزه با بنیادگرایی لازم است، روشن کردن تئوری بی‌پایه طرح‌هایی است که برای شرکت دادن رژیم در ائتلاف علیه داعش تبلیغ می‌کنند. در این میان برخی می‌گویند که برای مبارزه با بنیادگرایی سنی باید از بنیادگرایی شیعه استفاده کرد، و یا می‌گویند که بنیادگرایی سنی بدتر از بنیادگرایی شیعه است. معنی این تئوری باز کردن راه شبه نظامیان به اصطلاح شیعه رژیم برای گسترش سلطه ویرانگر آخوندها در عراق است، و این همان سیاست از چاله به چاه افتادن است، در حالی که شبه نظامیان به اصطلاح شیعه آخوندها از آنجا که یک فاشیسم مذهبی خوناشام را پشت سر خود دارند، وحشیانه تر عمل می کنند و هم تهدید بزرگتری برای عراق و موجودیت آن هستند. بله، شبه نظامیان شیعه خطر اصلی و مهمترین ابزار ترور و بنیادگرایی هستند، و با همین شبه نظامیان به اصطلاح شیعه است که آخوندها 4 کشور عربی را به صحنه ترور و ویرانگری خود تبدیل کرده اند. حضار محترم، 2 عامل اساسی باعث شکست در مبارزه علیه بنیادگرایی می شود. یکی سستی نشان دادن دولت‌های غربی در برابر برنامه رژیم ایران برای تولید بمب اتمی، و دیگری هر گونه شریک کردن این رژیم در ائتلاف بین المللی علیه داعش و دخالت دادن آن در عراق و سوریه. زیرا به این رژیم میدان عمل و تهاجم می‌دهد و سایر کشورهای منطقه را در آتش و خون فرو می‌برد. یک سال بعد از حمله آمریکا به عراق، من هشدار دادم که خطر دخالت رژیم ایران 100 بار از خطر اتمی آن بدتر است. و حالا باز هم مجدداً هشدار می‌دهم که شراکت رژیم در ائتلاف علیه داعش 100 بار خطرناک‌تر از هر نوع بنیادگرایی اسلامی تحت عنوان شیعه و سنی است. برخی سیاستمداران با ساده‌انگاری عمدی می‌خواهند همراهی و شراکت این رژیم در عراق را بپذیرند تا آن را به دست برداشتن از سلاح اتمی ترغیب کنند، در حالی که وقتی آخوندها در عراق هارتر شوند، از بمب اتمی هم دست
بر نخواهند داشت. دوستان عزیز، حالا به سوال اصلی برمیگردیم. راستی یک استراتژی پیروزمند در مقابل بنیادگرای اسلامی چیست؟ روشن است که بدون توجه به ریشه و منشأ بنیادگرایی، یعنی رژیم ایران، هر مبارزه‌ای تنها به قطع کردن شاخ و برگ این درخت می انجامد، در حالی که ریشه وطنی آن همچنان باقی است. بر این اساس پاسخ را من در چند نکته خلاصه می کنم. اول، خلع ید از رژیم ایران در سوریه و کمک به مردم سوریه برای سرنگونی رژیم بشار اسد. دوم، خلع ید از رژیم ایران، نیروی قدس و شبه نظامیان آن در عراق. سوم، تأکید بر یک برداشت دموکراتیک و بردبار از اسلام در مقابل برداشت های بنیادگرایانه، اعم از شیعه یا سنی. و بر همین اساس ما بر آزادی های فردی، دموکراسی، برابری بین زن و مرد و جدایی دین و دولت تأکید داریم. ما از ابتدا با قوانین شرع آخوندی که تحت نام اسلام ارائه می شد مخالفت کردیم و در مقابل فاشیسم دینی ایستادیم و بهایان را دادیم. این مقابله فرهنگی ضرورت شکست بنیادگرایی اسلامی است. و چهارم، این که راه حل نهایی در سرنگونی رژیم ایران به مثابه کانون بنیادگرایی و تروریسم، آن هم به دست مردم و مقاومت مردم ایران است. بله، با سقوط این رژیم نه القاعده و نه داعش و نه حزب الله و نه حوثی ها دیگر تهدید جدی برای صلح و دموکراسی نخواهند بود و قدرت و وزن خود را از دست خواهند داد و حد اکثر به یک گروه و یا گروه های منزوی تبدیل خواهند شد. دوستان عزیز، در این سالها دولت های غرب حقوق بشر و آزادی و مقاومت ایران را قربانی کردند. این یک انحراف فاجعه بار از مبارزه علیه تروریسم و بنیادگرایی است. نمونه بسیار مهم در این زمینه رویکرد آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل نسبت به مجاهدان آزادی در اشرف لیبرتی است. آنها برای راضی نگه داشتن آخوندها نسبت به بی خانمان سازی اجباری اشرفی ها، زندان سازی لیبرتی، محاصره ضد انسانی آن و شش بار قتل عام اشرفی ها در اشرف و لیبرتی سکوت کردند. و این سکوت نتیجه ای نداشت جز اینکه آخوندها را در عراق و در اصرار بر ساختن بمب اتمی جری تر کند. به همین مناسبت مجمع پارلمانی اروپا را به یک ابتکار مؤثر برای خاتمه محاصره ضد انسانی لیبرتی، به ویژه محاصره ضد انسانی پزشکی حاکم بر لیبرتی و همچنین قرار گرفتن این کمپ تحت نظارت سازمان ملل فرا می‌خوانم. همچنین از شما می‌خواهم از دولت‌های خود بخواهید که در مذاکرات اتمی حقوق بشر مردم ایران و همچنین حقوق اشرفی‌ها و حقوق زندانیان سیاسی را مورد معامله قرار ندهند. از همه شما متشکرم.